مهمترین مطالب نشریه های انگلیسی زبان نگاهی به دوگانگی سیاسی در تهران پیامد بهبود روابط ایران و مراکش و چشمنداز روابط مالی ایران و کره جنوبی موضوع سه مقاله در نیویورک تایمز، المانیتور و فوربس است توجه کنید تامس اردبرینگ در مقاله در نیویورک تایمز با عنوان برای ایران اعمال قدرت ضمن روی خوش نشان دادن بخشی از برنامه است می نویسد همانطور که مخالفان محافظ کار توافق هسته ایران پیش بینی می کردن. تهران به نظر می رسد که سخت در تلاش برای گسترش نفوذ منطقه ضمن مقابله با منافع آمریکا در سراسر خاورمیانه است در عین حال آنگونه که حامیان برجام وعده داده بودند جمهوری اسلامی به آرامی در حال گشایش عقد قرارداد با شرکت‌های غربی ایجاد ارتباطات تلفنی با آمریکا سرعت دادن به اینترنت استقبال از گردشگران اروپایی و سر کردن بعضی محدودیت‌های اجتماعی برای مردم است تحلیلگران و محافظ کار در ایران معتقدند از منظر رهبر جمهوری اسلامی ما باید مثل چین باشیم با غرب روابط اقتصادی داشته باشیم اما بدون نفوذ سیاسی و مستمرگری نوین مورد نظر آنها اماد استیتو در مقاله در المانیتور با عنوان آیا گرم شدن روابط مراکش با ایران بر روابطش با عربستان سعودی تاثیر میگذارد می, می نویسد مراکش حدود ده روز پیش سفیر جدید آن کشور در ایران را پس از هفت سال قطع روابط دیپلماتیک دو کشور معرفی کرد روابط دو جانبی ایران و مراکش پس از آن دچار وقفه شد که یکی از مقامات ایران از بحرین به عنوان یکی از استانهای ایران نام برده بود وزارت خارجه مراکش در بیانیه ای حتی دیپلمات های ایرانی در مراکش را به تلاش برای گسترش تشیع در آن کشور متهم کرد هرچند بعضی کارشناسان معتقدند هدف ایران از این تحرک تحت فشار گذاشتن عربستان سعودی است اما به باور بسیاری انتظار نمی رود تنش میان تهران و ریاض تأثیری بر رابطه تأثیر ایران و مراکش بگذارد مراکش با حضور در عملیات نظامی مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس در یمن موضع خود را برای تهران روشن کرده است. دامینیک دادلی در مقاله در فوربس با عنوان ایران برای صدور اوراق قرضه بین‌المللی به سراغ کره جنوبی می رود به نقل شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران می نویسد انتشار برونمرزی اوراق بدهی دولتی و ارتقای زیرساخت فناوری از موضوعات مورد تاکید همکاری دو جانبه ایران و کره است. رئیس سازمان بورس ایران گفته است انتشار اولین اسناد خزانه و سکوک دولتی، اوراق بهادار رهنی و صندوقهای جسورانه از جمله رویکردها و اقدامات نوین در بازار سرمایه است. معاون کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی به رئیس سازمان بورس ایران گفته است که کشورش از توسعه بازار سرمایه ایران حمایت خواهد کرد حجم تجارت دو جانبه دو کشور از 17.4 میلیارد دلار در سال 2011 به 6.1 میلیارد دلار در سال گذشته تقلیل یافته بود.